چه حال؟ چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. یه چند روزی بود که من نیده بودید، ولی فکر نکنم دلتون واسم تنگ شده باشه. خب پیک می بازی ها میذارم کنار. آقا این ویدیو نه ولاگه نه هیچی، فقط من اومدم از یه چیزی رونمایی کنم که خیلی واسه خریدنش ذوق داشتم و نمیدونم، باعث میشه که یه انگیزه بگیرم در راستای اینکه بهتر و مفیدتر تولید محتوا کنم تو یوتیوب. و اونم بچه اگه بتونم اینو این دستم بگیرم و اینو نشون بدم. بچه دوربین گرفتم به خاطر اینکه بذارم. ببین من گوشیم آیفون 13 عادی، اوکی، و این گوشی متاسفانه، حالا این واسه کسایی که میخوان بگیرنم و میخوان بگیرن و تولید محتوا کنن شاید مفید باشه، حرفی که میخوام بزنم، گوشیه که شما بیشتر از یه مدتی واقعا نمیتونید باش کار کنید، مخصوصا اگه که بخواید سطح تولید محتواتون رو افزایش بدید. من زمانی که این گوشی رو گرفتم حدودا یک دو سال پیش بود، و به من اون چیزی که میخواستم رو میداد، به خاطر اینکه من اون زمان توی یوتیوب خیلی هم توی تفننی تولید محتوا میکردم، هیچ هدف گذاری خاصی واسه خودم نداشتم و کانالم هم مانیتایز نشده بود و اوکی بودم دیگه باهاش. ولی الان که من حالا کانالم مانیتایز شده و افتادم توی یه مسیری که احساس میکنم باید یه ذره حرفه‌ای تر باشم، یه ذره سفت‌تر توی این قضیه کار کنم، این دیگه واقعا جواب نمیده و احتمالا کسایی که این گوشی رو دارن بتونن حرف منو تایید کنن، چون که من چند تا از اطرافیان خودم هم که این گوشی رو دارن هم روی دوربینش و هم روی باتریش همه متفق القولیم که این گوشی واقعا بده. و واسه همین من دیگه تصمیم گرفتم که یه وسیله جدید بگیرم واسه فیلم برداری. بعد راستش بین یه گوشی آیفون جدیدتر و باز دوربین مونده بودم، چون که خب جفتشون خیلی خوبن دیگه، ولی آیفون داستانش این بودش که اولا که من یه مقدار باید پول بیشتر میذاشتم روش و موضوع بعدی هم اون داستان ریجستر نشدنشه، چون این داستان واسه من خیلی مهمه. بچه ها من کلا وقتی که بیرونم خیلی موقع خودم تنها میرم بیرون و حالا کلا من همیشه خدا سرم تو گوشیه و این بیماریو دارم متاسفانه، حالا باید ترکش کنم، ولی خیلی موقع هم میرم پنهای کافه واسه خودم میشینم یا مثلا دارم واسه پایان من حالا ریسرچ میکنم یا دارم ویدوهام رو ادیت میکنم و من همواره نیاز به اینترنت دارم و اصلا کاری به زنگ زدن و اینا ندارم، ولی اینکه اینترنت همراه هم نداشته باشم و یه مقداری واسه داستان رو سخت میکرد واقعا. و در مورد اون روش هایی هم که میشه سیم کارت رو فعال نگه داشت و اینا پرسیدم، واقعا شانسیه، کاملا شانسیه. یعنی بعضیا بودن که میگفتن هنوز مثلا ما دو ساله، یه ساله دو ساله اینو گرفتیم 14-15 هنوز واسه شون یعنی سرویسشون نپیده بود، آنتنشون نپیده بود، نو سرویس نشده بود. بعضی ها هم گفتن که همون دو ماه اولشو فقط داشته و بعدش دیگه رفته. بعد خلاصه دیگه منم شروع کردم فکر کردن و اینا و گفتم که اوکی، من به غیر از همین داستان عکس و فیلم دیگه نیاز دیگه ای ندارم که مثلا، یعنی اینطوری نیستم که گوشیم آخر مدل باشه و این مدلی نیستم، که اگه از اون آدم بودم احتمالا خب میرفتم مثلا آیفون 15 میخریدم پرو مکس اینا. ولی دیگه در نهایت تصمیمم این شد و بذارید اینو بهتون نشون بدم. خیلی هم من بزنم اینجا. این شکلیه، باشید بیارمش جلو دیده میشه. بچه این دوربین، دوربین کنونش از سریال پاورشاتشه و این دوربین کامپکته، یعنی اینطوریه که این دوربین اندازه کوچیکتری داره نسبت به حالا دوربینای دیگه و اینکه لنزش هم عوض نمیشه، دقیقا باز واسه همین کوچیکیشه. اما کلا واسه تولید محتوا اینا خب واسه من گزینه بهتری بود تا اینکه بخوام یه دوربین بزرگ بگیرم.
و اینکه تا الان که ویدیو گرفتم چند بار اینو امتحان کردم راضی بودم خیلی ازش، هم از عکساش هم از ویدیوهاش، و نمیدونم شما اینو دوست دارین، ولی یه تم وینتیج طور این مدلی داره که من خیلی اونو دوست دارم، خیلی خیلی دوست دارم. این در این که کیفیت داره، یه انگار که یه ادیت خاصی هم رو خودش داره و دیگه حالتهای مختلف داره. اگه بتونم بازی رو بذارم اینجا، این حالتهای مختلف داره، روی هر کدوم که بذارم مثلا یه تصویر خاصی داره، مثلا واسه تصویرهایی که در حرکت میخوای بگیری داره، واسه نمیدونم پورته داره، اسپورت داره و اینا. بعد این که نزشم، آها اینم بذارید، اینم جای فلشش رو که اینطوری در میاد بیرون رو فلش میزنه. بعد دیگه زوم اپتیکال CX داره که بعد چامال آتی کنید در مکس 5X بود و خب یعنی چون فکر که چقدر این بهتر از اونه. و واقعا هم توی زومش چیزی که من فهمیدم، من خودم S21 اولترا داشتم سامسونگ، و بچه ها این زوم لعنتی، چون کلن گوشی یکی از هدفهای اصلیش این بودش که زوم کنه، واقعا طوری طراحی شده بود که شما در حالت زوم تصویر با کیفیت تری میگرفتی تا حالت غیر زوم، و واقعا خوب بود. و این دقیقه من یاد اون انداخت زمانی که باهاش زوم میکنم، خیلی کیفیتش خیلی خیلی خوبه. و از طریق، حالا شاید بساتون سوال باشه که چجوری وصل میشه، از این وایفا داره این دوربین که از طریق وایفا به گوشی وصل میشه، من به گوشی وصلش میکنم و میریزم. فقط یه مشکلی که داره اینه که توی ویدیوهای طولانی، مثلا من واسه اون کانال دیگم که باهاش داشتم ویدیو میگرفتم، متاسفانه یه مقدار زیادی طول میکشه و به گوشی های اندروید کلن خیلی بهتر و بدون وقفه تر وصل میشه تا گوشی سامسونگ، تا گوشی آیفون. و مثلا من تو گوشی خودم که میخواستم ویدیو رو بریزم، 3-4 بار بینش وقفه افتاد، هی دیسکانکت میشد، من بعد ریکانکتش میکردم. اما مثلا به گوشی دوستم که سامسونگ بود وصل کردم سریع، یعنی با سیستم عامل اندروید کلن بهتر کار میکنه. بعد اینم که شارژرشه که اینطوری اینجوری در میاد و میره تو این چیزای تبدیل و شارژ میشه. حدودا مثلا یه 4 ساعت اینا که باتری فول شارژ میشه. دیگه چیز دیگه، ولی آها اینو بگم که بچه ها کلن با این که فلش میزن و اینا، ولی کلن مثل دقیقا دوربین های خود آیفون و همه دوربین های موبایل، کلن توی روزهایی عمل کردش کلن بهتره. و توی شب من دوباره نیاز به پروژکتور دارم واسه ویدیو گرفتن، اینم گفتم که بدونید. و قیمتش رو بگم، قیمتش هم 30 میلیون بود، یعنی دیگه با رمش اینا 30 تومن شد. رم خودش نداشت و من یه دونه رم 32 گیگ گذاشتم توش و دیگه همین دیگه خلاصه که آره. ولی خیلی کلا باید باش برم، خیلی باید باش آشنا بشم. و یه چیز دیگه هم بگم بچه ها، این که این از این دوربینای هستن که صفحه بر میگرده، مثلا تو میبینی خودتو وقتی که داری صحبت میکنی و اینا، نداره. یعنی زمانی که من میذارمش واسه ویدیو گرفتن که از خودم بخوام ویدیو بگیرم، خودمو نمیتونم ببینم مگه اینکه وصلش کنم به یک گوشی دیگه. چون یه برنامه‌ای داره که مال خود مخصوص کنانه که روی گوشی می‌ریزی و می‌تونی کلا گوشی رو از دوربین رو از توی گوشی در واقع کنترل کنی، می‌تونی بریزش تو اون، بعد مثلا بذاری گوشی رو و خودتو ببینی دیگه، که حالا نیازی هم نیست دیگه، مثلا چون کلا وقتی صحبت می‌کنی بعد دوربین رو نگاه دیگه. من حالا خیلی مشکل نداشتم با این داستانش. بعد دیگه همین دیگه، فکر کنم چیزهایی که لازم بود گفتم بهتون، اینم که جعبش بود. و خلاصه که آره، برم ببینم که این با این چه پروژه را حرکت کنم، ولی اصلا بعید میزدم که بعد یه مدتی اینم بفروشم و تجربه هم آیفون رو بگیرم، بخاطر اینکه
کلا سخته دیگه، یعنی ولاگ گرفتن باهاش مخصوصا خیلی سخته، چون تو باید هی این دستت باشه، بعد خب گوشیت هم که هست، بعد این کلا من ندیدم که قابینا مثلا مثل این قابه سیلیکونی بشه انداخت روش، بعد یک مقداری کلا اون حالت سرو داره دیگه توی دست و خیلی یکم مشکل زاست. و آره همین دیگه، این بود از آنباکسینگی که امروز داشتم و فقط میخواستم بیام بهتون نشون بدم که اینو گرفتم و اینا، یه ذوقی داشتم که میخواستم باهاتون تو شریک بشم. و از اون روزم هی از خودم هی عکس گرفتم، هی هم خونم که یعنی کلافه کردم، این بنده خدا هر دو که میره توی خونه من جوی دوربین اینجوری روش دارم دنبالش میکنم سوژه رو توی خونه. و خلاصه که آره اینم از اینو، امیدوارم که خیلی من تامنیلی که زدم فکر کنم همتون فکر کنید ماشین ها خریدم، ولی نه بچه هم واقعا، امیدوارم که اگه که چیزی هست که دوست دارید بخریدش توی همین تایم و اینا خیلی زود بتونید بخریدش و کلی باهاش کیف کنید. توی ویدیوهای بعدی که قراره با این جیگر واسه تون بگیرم میبینم اتون، مراقب خودتون باشین، خدافز.